بعد از آن عیسی در جلیل مسافرت می کرد. او نمی خواست در یهودیه باشد، چون یهودیان قصد داشتند او را بکشند. همین که عید یهودیان یعنی عید خیمه ها نزدیک شد، برادران عیسی به او گفتند اینجا را ترک کن و به یهودیه برو تا پیروان تو کارهایی را که می کنی ببینند. کسی که می خواهد مشهور شود کارهای خود را پنهانی انجام نمی دهد. تو که این کارها را می کنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند. زیرا که برادرانش هم به او ایمان نداشتند. هنوز وقت من نرسیده است، اما برای شما هر وقت مناسب است. دنیا نمیتواند از شما متنفر باشد، اما از من نفرت دارد، زیرا من درباره آن شهادت میدم که کارهایش بد است. شما برای این عید بروید، من فعلا نمیایم، زیرا هنوز وقت من کاملا نرسیده است. عیسی این را به آنان گفت و در جلیل ماند. بعد از آن که برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند، خود عیسی نیز به آنجا رفت، ولی نه آشکارا بلکه پنهانی. یهودیان در روزهای عید به دنبال او میگشتند و میپرسیدند او کجاست. در میان مردم درباره او گفتگوی زیادی وجود داشت. بعضی میگفتند او آدم خوبی است و دیگران میگفتند نه، او مردم را گول میزند. اما به علت ترس از یهودیان هیچ کس درباره او به طور علنی چیزی نمی گفت. در اواسط روزهای عید عیسی به معبد بزرگ آمد و به تعلیم دادن پرداخت. یهودیان با تعجب می گفتند این شخص که هرگز تعلیم نیافته چگونه کتاب مقدس را می داند؟ آنچه من تعلیم میدهم از خود من نیست، بلکه از طرف فرستنده من است. کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعلیم من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن میگویم. هر که از خود سخن بگوید طالب جاه و جلال برای خود میباشد، اما کسی که طالب جلال فرستنده خود باشد آدمی صادق و در او ناراستی نیست. مگر موسی شریعت را به شما نداد؟ شریعتی که هیچ یک از شما به آن عمل نمیکند. چرا میخواهید مرا بکشید؟ تو دیو دارید، چه کسی میخواهد تو را بکشد؟ من یک کار کردم و همه شما از آن تعجب کرده اید. موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد، هرچند از موسی شروع نشد بلکه از اجداد قوم، و شما در روز سبت پسران خود را ختنه میکنید. پس اگر پسران خود را در روز سبت ختنه میکنید تا قانون موسی شکسته نشود، چرا به این دلیل که من در روز سبت به یک انسان سلامتی کامل بخشیدم بر من خشمگین شدید؟ از روی ظاهر قضاوت نکنید، بلکه در قضاوت‌های خود با انصاف باشید. پس بعضی از مردم